درود به شما شنوندگان عزیز شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید در این قسمت برنامه پیغام روز پخش خواهد شد خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید ما منتظریم منتظر ایسا که دوباره برگرده ایسا تو بازگشت سانویش کاملا با ایسایی که قربانی ما شد فرق میکنه همون ایساست اما این بار با هدفی متفاوت میاد دیگه هدفش نجات گناهکار نیست بلکه داوری اونه اون یه بار برای نجات گناهکار اومد و تا زمانی که برگرده هر گناهکاری فرقی نمیکنه چقدر گناه کرده باشه فرصت اینو داره که بهش ایمان بیاره و بخشیده بشه شبانداک شرودر درباره این تفاوت برامون توضیح میده با هم به کلام امروز گوش میدیم در کریسمس تمام نیرومون رو صرف پرستش خداوند خدا و گذاری برای آمدن نجات دهندمون عیسی مسیح به این دنیا میکنیم. او زندگیش رو به خاطر بهای گناه داد تا بتونیم بخشیده بشیم و برای همیشه با خدا در ابدیت زندگی کنیم. این عالیه که اومدن عیسی رو جشن میگیریم. لحظاتی پر از شادی رو داریم. توی بعضی از فرهنگ ها هدیه میدیم تا این واقع رو جشن بگیریم. اما بهترین کار اینه که روی عیسی متمرکز بشیم و به خاطر هدیه نجاتمون شکرش کنیم. تو یک کتاب ابرانیان قسمتی هست که به تازگی درباره آمدن عیسی برای اولین بار باهاتون در میون گذاشتم. اون اومد تا یک بار قربانی بشه و گناه بسیاری رو برداره. این در اصل دلیل واقعی اومدن عیسی تمام واقعی کریسمس کل روایت فرشتگان و چوپانان و عیسی که توی یک آخر کوچک به دنیا آمده بود و اونجا روی سنگی گذاشته بودنش و تغذیش می کردند، در نهایت به صلیب و بهایی که برای گناهان ما با رنج و مرگش پرداخت کرد ختم میشه. اما البته این پایان داستان نیست. عیسی از مرگ قیام کرد. اون با جلال رستاخیز کرد. مرگ گناه و شیطان رو شکست داد و حالا به تمام پیروانش این وعده رو داده که میتونیم با همون جلال و پیروزی در ملکوتش بهش ملحق بشیم. میتونیم تا ابد حتی ورای قبر این رو به دست بیاریم. این عالیه و به همین دلیل که مسیحیان خدا رو به خاطر بخشیدن عیسی نجات دهنده در کریسمس پرستش میکنند. دومین بار یا انتهای داستان اوج داستان اونجاست که ما بهش بازگشت سانویه ی مسیح میگیم. بار اول شامل خدمت زمینی ایسا بود که با تولدش از مریم باکره و در بیت لحم شروع شد. و در تمام مدت تا صعودش بعد از رستاخیز از مرگ ادامه داشت. صعود وقتی بود که جسم دوباره بالا به آسمان برده شد. فرشته ها اون موقع گفتند عیسی به همین شکلی که شما دیدین به آسمان رفت برمیگرده. بنابراین مسیحیان از همون موقع منتظر بازگشت ثانویه عیسی هستند. تفاوت هایی توی این دو باری که عیسی روی زمین میاد هستش و تقریبا به نظر میرسه دو واقعی کاملا جدا از هم هستند. تغییر اساسی زیادی در شخص عیسی و هدفش از آمدن وجود داره. که اگه هدفش به شما گفته نشه، ممکنه هیچ ارتباطی نتونین پیدا کنیم چون به طور اساسی با هم فرق دارن. کتاب ابرانیان همزمان هر دو اینها رو مورد بحث قرار میده. وقتی میگه عیسی یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری رو به دوش بکشه این نتیجه آمدنش بعد از اتفاقیه که بهش کریسمس میگیم و با مرگ و قیامش به پایان میرسه. اما در مورد بازگشت سانویه چی؟ عبرانیان باب نو آیه 28 میگه مسیح نیز پس از آن که یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را بر دوش کشد دیگر بار ظاهر خواهد شد نه برای رفع گناه بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند نجات بخشد کریسمس ایسا برای اولین بار به با عنوان شبانی مهربان میاد. این نماینده با محبت خدا گناهکاران رو به نزد او میبره و گناهان ما رو حمل میکنه. و همین طور که اینجا گفته میشه خودش رو تقدیم میکنه تا بتونه ما رو با فیض و محبت او بپوشونه. تا هر کسی که به او ایمان میاره بتونه بخشش خدا و محبت حیات ابدی رو داشته باشه. امیدوارم با هر زمینی فرهنگی که به من گوش میدین اینو درک کنین که خدا ازتون دعوت میکنه تا از طریق عیسی مسیح محبت بخشش محبت و رحمت و زندگی جاودان ورای قبر رو به دست بیارین. هیچ جای دنیا نمیتونین چون این پیشنهادی رو دریافت کنین. این فقط از طریق عیسی مسیح امکان پذیره. ایسا پسر خدا حاضر شد بیاد و این کار رو برای ما انجام بده. هیچ زمانی بهتر از الان نیست. شاید عید قیام هم که ایسا از مرگ برخواست زمان خوبی باشه. اما غیر از عید قیام زمانی بهتر از کریسمس که به مسیح ایمان بیارین و محبتی رو که خدا میخواد بهتون بده رو دریافت کنین نیست. مطمئن باشید که بخشش گناهانتون رو دارین و رابطتون با خدا به خاطر این بخشش درسته امیدوارم شور و اشتیاقتون درباره عیسی از زندگیتون مثل چشمه آب سرازیر بشه تا بتونه به دیگران هم حیات ببخشه اما آمدن ای هم هست چیزی هست که هنوز منتظرش هستیم از زمانی که مسیح از مردگان قیام کرد و به دست راست خدا برگشت ما منتظریم چون به ما گفته شده که دوباره برمیگرده عیسی زمانی دوباره میاد و این بار به طور اساسی متفاوته همین طور که قبلا گفته بودم این دو ظهور عیسی تفاوت زیادی با هم دارند برای مثال بار اول همون طور که ابرانیان باب 9 آیه 28 میگه برای قربانی شدن برای برداشتن گناه میاد. بار دوم اینطوری نیست. در مورد بار دوم میگه بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند نجات بخشد. معنی این چیه؟ معنیش این نیست که آرام و ملایم خواهد بود. این معنی رو نمیده که رفتن روی صلیب رو میپذیره یا اجازه میده دشمنانش به راه خودشون برن. ابدا. بار دوم عیسی با جلال میاد. بار دوم با پیروزی میاد. به همین دلیل در کلام خدا به ما گفته شده با صدای شیپور و فرشته مقرب خدا میاد. لشکر خدا با مسیح میان تا داوری زمین رو شروع کنن. دیگه یک طفل لطیفه در حال تغذیه نیست. این پسر قیام کرده و جلال یافته خداست. جنجویی که آماده است تا دشمنانش را از بین ببره. بار اولی که عیسی میاد فروتنه. اون جسم انسانی گرفته خودش رو از الوهیتش خالی کرده و در حالت انسانی در آمده. اون با جلال کامل میاد و کسانی که با او مخالفت کرده بودن خودشون رو ازش مخفی میکنن. ایسا بار دوم برای رنج کشیدن نمیاد. اون برای داوری زمین و ساکنانش میاد. میبینید چقدر این دوبار ورود عیسی؟ دوبار آمدنش دوبار ظهورش روی زمین با هم متفاوته یادتون باشه ایسا دو طبیعت یا ذات داره اون کاملا انسانه انسان حقیقی و کاملا الهیه خدای حقیقی و این دو در یک شخص با هم جمع شدن پس او انسان کامله برای اینکه بار اول بیاد و برای ما بمیره اون باید در این حال خدا باشه تا در برابر وسوسه شیطان مسخره کردن، تن زدن و تحریک دشمنانش ایستادگی کنه. اون باید الهی باشه تا بتونه معجزاتی مثل تبدیل آب به شراب و زنده کردن این لازر از مرگ رو انجام بده. البته که باید الهی باشه تا خودش رو زنده کنه تا توسط خدا از مرگ زنده بشه که مرگ نتونه شکستش بده. اما در انسانیتش بار اولی که آمد فروتنان نجات دهنده ما شد و انتظار داریم که بار دوم الوهیتش نشون داده بشه به جای شخص فروتنی که قدم میزد و حرف میزد و افراد میتونستن لمسش کنن آب دهان بهش بیندازن مسخرش کنن و به صلیب بکشنش به جای شخص فروتنی که قدم میزد و حرف میزد و افراد میتونستن لمسش کنند. آب دهان بهش بیندازند مسخرش کنند و به صلیب بکشند، بار دوم ایسا با قدرت و جلالی میاد که غیر قابل لمسه. هیچ کدوم از دشمنان نمیتونن بهش دسترسی پیدا کنند. ایسا ساکنین زمین رو داوری خواهد کرد. این مهمه که درک کنید. ایسا بار اول به این جهان آمد. و گناهان ما رو برداره. مهمه که توی کریسمس اونو به عنوان هدیه از جانب خدای پدر دریافت کنید. چون بار دیگه خواهد آمد. توجه داشته باشین که ابرانیان باب نه میگه نجات رو برای کسانی میاره که منتظرش هستن. کی به نجات نیاز داره؟ کسی که مظلومه. کسی که محتاجه. کسی که دشمن داره. اینها نیاز دارند که نجات بیابند. ما دشمنانی داریم. شیطان، گناه، دنیایی که پر از شرارته. مردم بی خدایی که از خداوند نفرت دارند. ایسا خواهد آمد تا قومش رو برای بار دوم نجات بده تا سبب نجات از دشمنان خدا و دشمنان شما بشه. ما منتظریم تا کریسمس رو جشن بگیریم. چون این شادیه پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان هدیه است اما کسانی که او رو پذیرفتند یک هدیه دیگه هم دارن اینکه او دوباره ظاهر میشه نه برای اینکه محکوم کنه نه برای اینکه داوری کنه و به جهنم بفرسته نه ما با محبت و با خون او که روی صلیب پاشیده شد بخشیده شدیم اون بار دوم میاد تا قومش رو نجات بده تا موجب حیات ابدی ما با خودش بشه امیدوارم بتونید توی قلبتون عیسی رو که نه فقط به عنوان یک نوزاد در بیت لحم دنیا آمد بلکه مسیح جلال یافته که مثل یک فاتح میاد تا موجب نجات ما در نام خودش بشه رو بپذیریم امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersion@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianboardradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.